سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قرار بریم سراغ دموی سومه بازی رزیدنت ایول ویلج، همون رزیدنت ایول 8. جونم براتون که دموی اول رو با ترجمه و توضیحات و جزئیات کامل گذاشتم روی کانال خیلی وقت پیش، هم موقع که اومد، و دموی دوم هم اخیراً با زیرنویس جزئیات روی کانال هست. دموی سوم هم که این باشه با زیرنویس کامل و بررسی جزئیات کامل روی کانال قرار میگیره. شما ببینید، اچ کنید، لذت برید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و توی این دمو قرار بریم یه سر بزنیم به کاخ دیمیتریسکو، که البته تلفظ اسم دیمیتریسکو ظاهرا یه چیز دیگه است، تلفظ رومانیش همینه که من میگم، دیمیتریسکو یا دومیتریسکوس. و چیزی که تو بازی میگن ظاهرا متفاوته، که اینو آخر ویدیو اگه فرصت شد یا لولای ویدیو فرصت شد بهتون میگم. و بریم با هم دمو رو ببینید. من خودم دمو رو تجربه نکردم، ندیدم که چی دارش قبل از اینکه بخوام این ویدیو رو ضبط کنم، به خاطر اینکه وقت نکردم راستش بخواید. ولی فکر نمی‌کنم جزئیات آنچنانی داشته باشه، چون شنیدم کوتاه‌تر از دموی قبلیه و جزئیات زیادی نداره. بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که دمو چجوری است عزیزان دل. خب درجه سختیش رو می‌ذارم روی هاردکور، سخت‌ترین درجه ممکن می‌ذاریم. دفعه قبلی روی استاندارد رفتیم، چیز آنچنان سختی نبود. روی هاردکور بریم چون دموه دیگه، دشمنای آنچنانی نمیبینیم. اینا همه زیرنویس میشه براتون، همین توضیحات عزیزان. خب ما توی کاخ به هوش اومدیم. صداشو زیادتر کنم. خب مأموریت ما اینه که توی کاخ دنبال روز بگردیم. اینجا یه اهرام خوشگل مشکل داریم و یه لیوان مخصوص شراب. من نورش رو خورده بیشتر کنم، چون قسمت قبلی واقعا نورش کم بود و نورش دقیقا دیفالته، همون چیز معمولیش، چیزی که باید حالت عادی باشه، ولی خب یه خورده بیشتر کنیم بدک نیست. خب ری تریسینگ هم همینطور که میبینید آنه عزیزان دل. خب عجب سایه خوفناکی داره. ما الان توی کاخیم عزیزان. بذارید من نقشه رو بررسی کنم. نقشه رو دموی قبلی بهتون نشون نداده بودم. اتاق خواب اینجا و اینم که قلعه دیمیتریسکو. سمت راست یه چیزایی دیدم، بالا میبینید نشه زیر زمین دهکده ساختمون ها، که اینا قسمت های نقشه هست احتمالاً. سمت راست هم یک اف داریم، بی یک داریم و دو اف داریم، یعنی این کاخ سه طبقه است عزیزان. یکیش بی یک بیسمنته، یعنی زیر زمینه، یک اف و دو اف هم یعنی فلور یک و فلور دو، طبقه اول و طبقه دوم. و این هم قسمت اینونتوری مونه. 5000 تا لی داریم و این توضیحات این لیوانه هم براتون زیرنویس میشه. چیز خوشگلیه. جزئیاتش یه خورده شبیه اون جزئیات اون مشروب خاصه، اون شراب خاصه است که توی دموی اول درش خوندیم، که دموی اول رو دیگه توضیحاتش رو خودتون بخونید دیگه، ببینید چی شده توی این دمو. ولی ظاهرا یه بطری شرابی بود که دورش گل و نمیدونم نقره و این چیزا بود، اگه درست یادم باشه، و میوه‌ای فاسد شده دیدیم. اوه این باز میشه. اینجا ظاهرا یه راهه، اینو بعدا میام چک میکنم. بذارید کامل داخل این اتاق رو بررسی کنیم. یه عکس ترتمیز دیدیم والا. خب اینم که قفله. یه تابلو دیگه اینجا داریم، Maidens of the Harvest، دوشیزه های کشت و زرع، همچین چیزی معنیش میشه. حالا یا اینا کارشون کشت بوده، کارگری چیزی بودن، چی میگن، کشاورزی چیز بوده، اینم که از اون ور قفله، یا اینکه منظورش کش و زر. این ضبط کنید، این لباس اون چیزاست، دخترای خونه است اون سه نفر، و منظورش شاید از کشت و زر کشته مثلا خون بوده، شاید اینا مثلا برده های خونیشون بودن، از اینا خون میکشیدن بیرون، معلوم نیست عزیزان دل. ولی اینطور که توی عکس دیدیم داشتن خوشحالی و عشق و صفا میکردن، بعید میدونم برده باشن، برده خون باشن. خب کام
کامل من همه جزئیات رو بررسی میکنم عزیزم براتون. این بالا مالا چیزی نیست، این یه خورده مشکوکه، به نظر بونم چیز خاصی نبود. آها این حلقه رو تو دموی اول هم به دست آورده بودیم که اینجوری ما این چشمه رو از توش در می آوردیم. توضیحات چشم هم براتون زیرنویس میکنم عزیزان دل. 5000 لی پول داریم. خب اینجاها قیافش خورده آشناست. خب کم فلوید گرفتیم برای جون ساختن و این داستان هاست. خب اینجا رو فعلا نریم، اینجا رو فعلا نریم، اون پشت رو برم بگردم. این توی یه چیزی بود، این توی یه چیزی بود. آره خب یه دونه کریستال فرگمنت. اینا گنج های بازی محسوب میشه، اینا میتونیم بفروشیم. توی این دمو بعید میدونم به ما فروشند و این داستان رو نشون بدم، ولی خب قاعدتا تو بازی اینا رو میتونیم بفروشیم. یه عروسک باروت. خب اینم برگشت رو همون اتاق. خب نیازی نیست بیام اینجا. چه عجیب، میمیون بور بوده نگار. خب این عکس دختره گوگولی مگولی. خب اینا نمیشه اینجا گذاشت ظاهرا، یه پازل اینجا. یه توضیحات زیر هر کدوم نوشته، مثل این که بعید میدونم این پازل رو بتونیم تو این دمو حل کنیم، چون پازل های رزیدنت ایول اینجوری نیست که 5 دقیقه بتونی حلش کنی و کل نیم ساعت رو بعید میدونم مختصه این پازل گذاشته باشم. پس این پازل رو قطعا قرار نیست اینجا حلش کنیم. نرم قفله، باز یه سری توضیحات داده، انگار فکر کنم داره همون مجسمه فرشته ها توضیحات داده از روی پرده، یه چیزایی معلومه ولی مهالود بود مثل این که. خب عزیزان خب تقیه بالا نریم فعلا، همه سوراخ سنبار بگردیم. جای یه آینه است که خودمون توش دیده نمیشیم. این کوزا و شکستنی ها میبینید برید کنارش ضرب در میاد، یعنی با ضرب خودتون لازم نیست ضربه بزنید، ضرب در بزنید خودش ضربه رو اتومات میزنه. قدیما اینطوری نبود. خب موند یه در اینجا. سلام علیکم دوک. این فروشنده بازیه جونه. چه احساس آرامش تمام وجودم رو فرا گرفت اینو دیدم. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dumitrescu? The very same. اینجا دیدید Why don't you take a look? تلفظ اسم رو گفت دومیترسک. خب Speaking of looking, care to make a purchase? ما توی شوکش دیدیم که اون حاج خانومه که توضیحاتو میداد گفت دمتریس، اسم و تلفظش رو گفت دمتریس، ولی بذارید اینو بخونم. عجب. خب اینو براتون زیرنویس میکنم دیگه، خودم هم فکر کنم کامل یه دو سه دور دیگه روشو توی ادیت بخونم بهتر باشه، اینجا وقت تلف نکنید. خب این پازل رو ظاهرا حل کنیم، این جمجمه قرمز رو به ما میده که احتمالاً یه گنج تو بازی، چون از این جمجمه آبیشو دیدیم تا حالا قبلا. داداشمونم که مغازه داره. خب آره بذارید مغازه رو ببینیم. من وقت کم، من استرس دارم، میترسم وقتم کامل نرسه به همه چی. توضیحات اسمو بعدا آخر ویدیو یا حین ویدیو بهتون میدم. اینا فشنگای مختلفه، این مینه، این شاتگانه، فشنگ شاتگانه، فشنگ هندگانه، جونه، خشاب بود اون بغلی، هرچی حالا بود مهم نیست. اینجا آپگرید میکنیم، فقط اینو میشه آپگرید کرد. داره دیگه تن اصلی که داریم اینه، قاعدتا باید همینه بشه. آپگرید نمیکنم. آها اینا رو بذارید بفروشم. اینا رو
3500 و 2500 و 5500 و 10500 پول نصیب اون میشه. فهمه اینه چجور بفروشم. خب خب شد 10500. شاتگان رو راحت میتونیم بخریم. بعد تیر دونه 800 دونه ای خیلی گرونه که. خب از اینم بخریم یکی. خوبه، راضیم. مهمات تکمیل، عالی همه چی. راضیم. اینجام که هیچی نیست، اینجا هم یه نگاه بندازیم. همه جا رو گشتم دیگه، همه جا رو گشتم. امیدوارم که وقتی تلف نکرده باشم این وسط نستا. خب بالای اون راهپله رو که دیدیم، اون سالن بزرگ بود که توی دموی اول اونجا بودیم. حالا بریم از این سمتش ببینیم این به کجا ختم میشه. چه کوزه خوشگلی داره میبینید روش، دختری خوشگلی داشت. یه خوندنی دیگه، انگار برنامه های روزانه شون رو نوشتن همچین چیزی، که 1 فوریه ملاقاتشون با دوک بوده که امروز احتمالا 1 فوریه از اونجا که دوک اینجاست. سه دختران بلا، کساندرا و دانیلا. اینا قطعا همون ستا بانوی سیاه پوش خوناشامن که ما رو خفت میکنن دنبال ما. قبل از خوناشام شدنشون یا قبل از حالا هر ویروسی که امبرلا بهشون تزریق کرده، قبل از اینکه تبدیل به هیولا بشن، قیافای جالبی داشتن. قیافاشون بد نبود. 19 دقیقه تقریبا وقت داریم. خب اینجا هم یه آسانسوره که به همون طبقه دوم کاخ میره احتمالاً، یا شاید طبقه پایین هم رو حتی ببره توی زیر زمین، حتی بعید میدونم. خب اینجا چیز دیگه نیست، بره بریم. ازک این هم که از اون قفله. خب آها، یه تابلو دیگه، دو تا تابلو. بالایه جدید بود، بالایه ندیده بودم قبلا فکر کنم، ولی اون تابلو پایینی رو دو سه باری دیدیم تو راه. اینا اینورم هست. نه هیچ کدومشون جدید نبودن، سر کدوم چند جای خونه گذاشتن. خب اینم همون خب این که اون دره است، اینم همون منطقه دموی اوله عزیزان، چیز خاص و جدیدی نیست. مرسی، متشکرم. او اینو فکر کنم تو دموی اول میشد بررسی کنیم، هیچ چی نبود، به هیچ جای خط نمیشد بررسی کردنش. برد خونه دیگه، داره توش خون میخوره. ما چایی میخوریم تو اینا خون میخوره، واقعا منطقیه، بجاست. خب در همینطور که چک میکنم بررسی میکنم، برای اسم دیمتریسکو بگم، توی شوکیس به ما گفتن تلفظ دیمتریسه، تلفظی که اون هاچ خانومه انگار مجری برنامه کرد. بعد خود ایتن الان توی بازی تلفظش دیمتریسک بود، دومتریسک بود. بعد اتاق شراب، اینجا قبلا یه پازل بود، اینو تغییر دادن، میبینین؟ خب اینو قبلا خوندیم، تکراریه. اینجا همون جاییه که این شراب مخصوص روش قرار میگیره، شرابی که دور تازش مثلا گل نقره‌ای و این داستانا بود که توی دموی اول آرش خوندیم. بعد آره اینجا ایتن گفت توی این دمو گفتش دومتریسک، بعد نوشتارش دیمتریسکوه، تلفظ رومانیاییش چون اسم رومانیاییه از اونجایی که ما توی دهکده ایم توی شرق اروپا و واحد پول واحد پول رومانیاست و ترانسیلوانیا، 16 دقیقه وقت داریم، ترانسیلوانیا دهکده‌ای که انگار
اوریجین دراکولا از اونجا بوده، اصل دراکولا از اونجا اومده، اونم توی رومانیه ظاهرا. اینجا مثلا قرار بوده همون ترانسیلوانیا باشه. چشه رو بذاریم بریم پی زندگیمون و یا خدا زک. اوه من غلط بکنم تو رو اصلا نگاه کنم. برو چیزون مادرت برو فقط. خب من خیلی توضیحات دارم براتون بدم، این نمیذاره بمیر. کثافت زشت. آی آی لب نگیر، از من لب نگیر. چه خونه خوشگلی دارم ولی دهنشون سرویس. آدم هی میخواد نگاش کنه این نمیذاره، هی میخواد نگاش کنه آدم این نمیذاره. خب این چاله این پایینو یاد بله نبته بهتر که پریدیم، فکر کنم میومد میخورد ما رو. این دقیقا همون چالهی که تو دمای یک اومدیم ازش بالا و فلان، این نوشتم دقیقا همون نوشته است که توی دمو یک اینا رو براتون ترجمه کردم. هر کدوم از نوشته‌ها که تکراریه دیگه اینجا زیرنویس می‌کنم براتون. توی دمو اول میتونید ترجمه کاملش رو برید ببینید عزیزان. و داشتم اینو میگفتم، این دهکده انگار یه شباهتی داره به اون هم ترانسیلوانیا، انگار از ترانسیلوانیا الهام گرفتن ساخت این دهکده رو عزیزان. و ترانسیلوانیا توی چیزه، توی رومانیه، اینم ظاهرا توی رومانیه. و اینکه او خب این ما رو ندید الان. من قربم تو دهنمه و هی میخوام عجله کنم این چیز سریع بگم و هی وقت ندارم. این هاش خانم که رفت این تو حتما نمیتونیم بریم دنبالش. بله در قفله. و اون یه شراب دستش بوده اگه دقت کنید، اون شراب احتمالا همون شرابی بوده که اون شراب مخصوص که درش تو نوتا خوندیم و جایگاهش رو پیدا کردیم توی اتاق شراب. و اینجا یه چیز برق میزنه، یه دونه کریستال فرگمنت احتمالا. آره خلاصه اسم دیمیترسکو یا دومیترسکو تلفظ درستش، اسم رومانیایی عزیزان و تلفظ درستش دومیترسکوه، ولی خب توی بازی ایتن میگه دومیترسک و اون هاش خانم موجی هم میگفت. اینجا درش باز بوده، چقدر خوشگل اینجا، من هرچی اینجا رو ببینم سیره میشم. اون هاش خانم هم میگفت دیمیترس و به احتمال خیلی زیاد نه تلفظش رو trust in light به نور اعتماد کن. خب ما این مشعل رو باید روشن کنیم. کله بزن زیدان بازی در بیار یه خورده باوری کله. خب من تو اینو باز میکنم سر اینو بگم. چی داشتم گفتم؟ آره اون عزیزان چقدر تاریکه اینجا، 12 دقیقه تقریبا 13 دقیقه وقت داریم. آره خلاصه عزیزان دل، از جایی که تلفظ دومیترسکو به احتمال خیلی زیاد برای سفید پوستا برای انگلیسی زبون ها سخته و نمیتونن اسم رو درست تلفظ کنن، اصلا به خودشون زحمت نمیدن معمولا که اسمای خارجی و اسمای زبون دیگر رو درست تلفظ کنن. اینجا نوشته هلپ می برادر که کمکم کن برادر، که خیلی میگن کلی ریدفیلد اینو نوشته برای کریس ریدفیلد، ولی خب بعید میدونم، ولی خب یه تئوریه دیگه. آره از اونجایی که تلفظ براشون سخته و خودشون زحمت نمیدن، به نظر من توی بازی تلفظ رو آسان‌تر کردن، دیمتریس گذاشتن یا دومیتریسک گذاشتن که بازیکن‌ها بتونن راحت‌تر تلفظ کنن. و بالاخره این قضیه رو، اینم نوشته دمای اولش جدیدی نیست، بالاخره این قضیه رو براتون توضیح دادم، موفق شدم عزیزان. بابا باری کلا به افتخار من لایک رو بکوبین. پاره شدم دارم عرق میکنم همینطور، هم استرس بازیه هم وقت تنگه، همین که میترسم چیزی جا بندازم، چیز رو بهتون نتونم نشون بدم. مطمئن جا بندازم چیز مهم نیست، بازی میاد دی... این نبود تو دمای اولی. خب اینو زیرنویس میکنم. بازی به زودی میاد، کلش رو پوشش میدیم با تک تک جزئیات. دهنتون سرویس، خدا لعنتتون کنه. دوستان از یه صدایی میشنوم،
یه صداهایی میشنم. اوه 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 این گولان اینا اگه اشتباه چه نشستم اگه اشتباه نکنم اسم اینا گوله، به اینا گول میگن. با یه تیر شاتگان نمیمیرن یا هاردکور، البته منطقیه ولی بازم یه خورده ناوردی عجب آهنگی میزنه. خب توی یکی از شوکیس ها، یکی از تریلر ها یادم این سقیقه یه جا گفته بودن که اگه به دستشون تیر بزنی سلاح داشته باشن سلاح میفته از دستشون. زایید اگه بازم دشمن باشه من اینو امتحان کنم روشون. خشاب عوض کردن ایتن خیلی خوب شده، تاکتیکال عوض کردنش محشره. خب تیرمون زیاده، ما گله و تیر رو همه چی پرت میکنیم. 10 دقیقه و 12 ثانیه وقت داریم، نگران نباشید، یعنی نگران باشید شاید هم نباشید، نمیدونم، امیدوارم کافی باشه. یه پایپ بمب مشتی داریم، یه جا دو ستایی دیدیم بیندازیم زیر پای اونا. حتی فکر کنم این آخری شدیه. خب بذارید من دستش رو امتحان کنم، اینا به دستش بذارم این دوسته از دستش میفته یا نه. چونه مادرت دستش رو نمیشه زه. آها آها برکلا از دستش افتاد، یه سنه فکرم مرد به خاطر میفتاد و دیدم نه زنده است. خب ما اینو آماده کنیم از اونجایی که صدا کمکان داره میاد. یا خدا او از زیر زمین داشت در میاد پدر سک، چونه مادرت. چقدر تیر زیاد داریم ولی اونجا رو تو بازی هم اقدر تیر بده حال میده. اون گردمند اینگرید، اینگرید رو تو اون نوتا دراش نوشته بودم. من گردمنده هم یه جا دیگه بود توی دمو. او 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 لعنتی برو کنار برو کنار. چقدر برعکس لایکن ها چقدر جزئیات صورت اینا طبیعی و ترسناکه. لایکن ها خیلی واقعا جزئیات صورتش آنچنان خوب نبوده نظر من، اینا خیلی بهترن. 7 دقیقه و 58 ثانیه. آها این جمجمه کریستالی رو میگفتم که اون پازل رو هر میکردیم قرمزش رو میداد که قطعا ارزشش بیشتره، ولی خب یه سری دشمن رو که بکشیم این کریستال های سفید رنگ رو میدن بمون. خب به نظر دیگه آخرهای دمو باشه اینجا که همرنگ دهکده بود، همرنگ ویلیج. عرقی کردم جارز رسیده 80 تا پول داریم، چه پولی جمع کردیم. خب این گردمند اینگرید رو بذارید یه نگاهی دیگه بهش بندازم. خب دقیقا همون چیز دموی اوله، فقط یادم نیست اونو اینگرید نوشته بود یا نه. آره فکر کنم اونم بشه. 7 دقیقه و 2 ثانیه وقت داریم، نفس تو سینه حبسه. خب یه در قفل بزرگ از این پازلا داریم پشتش، یه جعبه داریم اونور، انگار یه قبر اون پایین ما اینا تهمه ها. خب معلوم نیست توش چیه، این لامپ هم خاموش بودن، معلوم نیست اینا چی رو بر روشن کنیم. مثلا مشعلی چیزی بازی بهمون بده یا فندکی چیزی، فندک بعید میدونم چون خودم چرا قوه داریم. باز این صندلی های شکنجه با غلط کردم، چون مادر تیر شاتگان بود. بابا چه تجاوز دهنی میکنی با آدم، جور خط که میخوام تو خونه غرق شم.
سکسی صحبت میکنه با ما. خب میخواستم برم اون بر بکردم بیخیال شیم سنگین تره. آخرش اینجوری کرد چرا؟ خب 20 دقیقه و 4 ثانیه هاردکور تمومش کردیم. این آخر عزیزان یه دیالوگی که گفت مهم و جالب بود، گفت که نمیدونم در کساندرا صحبت کرد، اگه یادتون باشه اسم سه تا دختره خونه رو که خوندیم کساندرا بود، ظاهرا یکیشون یا سوتی داده یا مثلا به ما لطفی چیزی کرده و ما رو آزاد کرده، یا به خاطر سوتیش ما تونستیم فرار کنیم. حالا هر چیزی که بوده معلوم نیست، میفهمیم کم کم. چقدر نفسگیر بود، چقدر عرق کردم بابا، باری کلا چسبید، ولی دموی باحالی بود، دموش هیجانی تر بود، اکشنش بیشتر بود، ولی خب اطلاعات کمتری داد در رابطه با بازی به ما. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره عزیزان دل. من الان خیس عرقم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید، عشق کرده باشید، سرگرم شده باشید. بازی به زودی میاد، کمتر از 10 روز دیگه، و میریم عشق میکنیم دیگه، میریم عشق میکنیم با هم، میریم استقبالش دو دستی با آغوش باز، و قطعا خوش میگذره، قطعا دور هم میترکنیم. قربونتون، مخلصم، تا ویدیوهای بعدی، قسمت های بعدی، خداحافظ.